حمل و نقلی که از ناخرسندی ایران از بهای کنونی نفت، شاهرگ اقتصاد این کشور. ناخرسندی که وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران رو به شکست سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک واداشته. هم در ارتباط با پتروشیمی هم در ارتباط با رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران امروز در گفتگو با خبرگزاری مهر روند تغییرات قیمت نفت رو نامطلوب خواند و گفت از نظر ایران قیمت بازار جهانی نفت باید حداقل 100 دلار باشد و قیمت‌های بالاتر از 100 دلار نیز در شرایط فعلی از نظر این کشور منطقی و منصفانه است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران تصمیم دارد طرحی برای کاهش تولید نفت اوپک به منظور جبران کاهش بهای نفت را در همایش آتی این سازمان پیشنهاد دهد. اینجا در حقیقت محل رستم قاسمی در دهمین اجلاس پتروشیمی در تهران اعلام کرد که کاهش تولید نفت اوپک همواره از سوی ایران به این سازمان پیشنهاد شده. سازمان اوپک هفته گذشته میزان تولید نفت خود را به 30,210,000 بشکه در روز رساند که یک افزایش 280,000 بشکه ایران نشان می‌دهد. افزایش تولید اوپک منجر به کاهش امروز بهای نفت در بازار آسیا شد. رستم قاسمی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص سقوط جایگاه نفتی ایران در سازمان اوپک به رتبه پنجم گفت که افت تولید نفت ایران رو به هیچ وجه تایید نمی‌کنه و این موضوع صحت نداره. قاسمی تاکید کرد که هم اکنون ایران از نظر ظرفیت تولید دومین کشور اوپک پس از عربستان سعودی است و تا پایان برنامه پنجم توسعه ظرفیت تولید نفت خام ایران افزایش نیز خواهد یافت. بر اساس گزارش منابع ثانویه اوپک، تولید روزانه نفت خام ایران در ماه گذشته میلادی دست کم 500,000 بشکه نسبت به زمان مشابه در سال قبل کاهش یافته. به این ترتیب جایگاه ایران از لحاظ تولید نفت به جایگاه پنجم نزول کرده. با این حال گزارش اوپک نشان دهنده اختلاف فاحش آمار رسمی دولت تهران از تولید نفت و آمار منابع ثانویه اوپک. روزنامه شرق در شماره 22 اردیبهشت خود نیز در مطلبی به این اختلاف فاحش اشاره کرده و افزوده بود که این میزان برای عربستان سعودی بزرگترین تولید کننده اوپک حدود 40,000 بشکه و برای اکوادور کوچکترین تولید کننده این سازمان حدود 9,000 بشکه در روزه. 4 سال پیش 10 فاز پارس جنوبی انکار نزول رتبه تولید نفت ایران از سوی وزیر نفت دولت دهم در حالی صورت می‌گیرد که به نوشته خبرگزاری فرانسه رستم قاسمی در ماه آوریل 2012 کاهش تولید نفت ایران را بدون اعلام هیچ رقمی تایید کرده بود.